تصمیم قطعی لاپورتا، ژاوی چمدانهایش را ببندد. خوان لاپورتا تصمیم به پایان همکاری با ژاوی هرناندز گرفته و به زودی به صورت رسمی آن را اعلام خواهد کرد. سلام به همه دیفکتی های عزیز، خوش اومدین به کانال دیفکت. این 85مین قسمت از خبر امروزه. امیدوارم دوست داشته باشین و اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین برامون کامنت بذارین. نشریه اسپورت اسپانیا تایید کرد خوان لاپورتا رئیس باشگاه بارسلونا تصمیم گرفته که ژاوی هرناندز در فصل آینده روی نیمکت بارسا حضور نداشته باشد. این تصمیم احتمالاً تا بعد از بازی مقابل رایو وایکانو در صورت دستیابی تیم به حداقل هدف دوم شدن در لیگ به صورت رسمی اعلام نخواهد شد. لاپورتا پس از کنفرانس مطبوعاتی ژاوی هرناندز قبل از بازی با آلمریا این تصمیم را قطعی کرد. جدایی دومین غول، پپ تابستان آینده از سیتی می رود. دیوید اورنشتاین روزنامه نگار ارشد اتلتیک می گوید پپ گواردیولا به منچستر سیتی اطلاع داده که تابستان 2025 از این تیم جدا خواهد شد. دیوید اورنشتاین خبرنگار ارشد سایت اتلتیک امروز ادعای بزرگ مطرح کرد و گفت مطلع شده که گواردیولا زمان خداحافظیش با منچستر سیتی را مشخص کرده. تابستان 2025 به این ترتیب فصل آینده آخرین فصل حضور پپ روی نیمکت تیمش خواهد بود. منچستر سیتی در دوران گواردیولا روی هم رفته 5 بار قهرمان لیگ برتر، 2 بار قهرمان جام حذفی، 4 بار قهرمان جام اتحادیه و 2 بار فاتح کامیونیتی شیلد شده و در سطح بین‌المللی قهرمانی در چمپیونز لیگ، جام باشگاه‌های جهان و سوپر جام اروپا از عناوین سیتی پپ گواردیولا است. هیچ کس به اندازه لیورپول و آرسنال از ادعای اورنشتاین خوشحال نیست. دیوید اورنشتاین که در یک نشست پرسش و پاسخ شرکت کرده بود، ادعایی مطرح کرد که بدون شک هیچ کس به اندازه لیورپول و آرسنال از آن خوشحال نخواهد شد. دو تیمی که چند سال از پشت سر سیتی مانده و از رسیدن به قهرمانی باز ماندند. حتی می توان گفت رئال مادرید هم از کنار رفتن یک حریف قدر که هر سال در لیگ قهرمانان برایش مشکل ساز می شد خوشحال خواهد بود. اورنشتاین در پاسخ به این سوال که آیا از تصمیم سیتی و پپ درباره زمان جدایی او اطلاعی دارد گفت تا جایی که می دانم هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. دفعه قبل که شایعاتی درباره جدایی او مطرح شد این را فهمیدیم که پپ دوست ندارد مثل بعضی مربی‌ها از مدت‌ها پیش تصمیمش را علنی کند. او دوست دارد در آخرین لحظه‌ها خبر را رسانه‌ای کند. ولی اطلاعات من نشان می‌دهد که او و سیتی این را می‌دانند که پپ تابستان 2025 جدا خواهد شد. اگر بخواهی تحت فشارم بگذارید نمی‌توانم منابعم را فاش کنم و سند و مدرک به شما بدهم، ولی این را بپذیرید. بزرگترین رسوایی داوری. همه کاری کرد تا تیمش جام ببرد. یک داور هلندی که بعد از قضاوت در یک مسابقه و قهرمان شدن تیم محبوبش در پایان آن بازی در جشن قهرمانی شرکت کرده و رقصیده بود، مادام العمر محروم شد. لیگ دسته 4 هلند شاهد ماجرایی بسیار عجیب و بی‌سابقه بود. این داور هلندی وقتی تیمی که به لطف او قهرمان شده بود در حال برگزاری جشن قهرمانی بود، مثل یک هوادار در جشن قهرمانی شرکت کرده و حتی با بازیکنان تیم رقصید تا یکی از عجیب‌ترین اتفاق‌های تاریخ فوتبال به نام او و فوتبال هلند ثبت شود. بازی مورد بحث دیدار دو تیم سنت جورج و دفالکن در لیگ دسته 4 هلند بود. بازی در وقت‌های اضافه و با گلی که دیولاند دروازه‌بان سنت جورج به ثمر رساند با پیروزی این تیم به پایان رسید. داور هلندی که یان اسمیت نام دارد به گزارش رسانه‌ها در هلند در طول مسابقه برای پیروزی سنت جورج هر کاری که تصورش را بکنید کرده بود. از مهمترین کمک‌هایی که یان اسمیت به تیم سنت جورج کرد نشان دادن 4 کارت قرمز به بازیکنان دفالکن در جریان وقت‌های عادی بازی بود. حتی با این کمک بزرگ داور هم سنت جورج نتوانست در 90 دقیقه حریفش را شکست دهد. یان اسمیت حاضر نبود کوتاه بیاید و اعلام کرد بازی 15 دقیقه وقت تلف شده داشته. در همین وقت‌های تلف شده بود که دروازه‌بان سنت جورج جلو کشیده و گل پیروزی این تیم را به ثمر رساند. ماجرا از این لحظه عجیب‌تر می‌شود. در فیلمی که امروز در هلند منتشر شده بازیکنان سنت جورج را می‌بینیم که روی سکوهای قهرمانی رفته و مشغول جشن گرفتن هستند. اما یک چهره در این جشن شرکت دارد که همه نگاه‌ها امروز به او دوخته شده. یان اسمیت، داور بازی. در ویدیوی منتشر شده این داور 61 ساله هلندی روی سکوی قهرمانی جام را مثل بازیکن تیم قهرمان بالای سر می‌برد. برای تیم آواز می‌خواند و همراه با بازیکنان سنت جورج می‌رقصد. با درآمد دو برابر مسی، رونالدو پردرآمدترین ورزشکار دنیا.
در فهرست پردرآمدترین ورزشکاران دنیا توسط نشریه فوربس، کریستیانو رونالدو در صدر فهرست و لیونل مسی در رتبه سوم قرار گرفت. نشریه فوربس فهرست سالانه پردرآمدترین ورزشکاران دنیا را اعلام کرد. فوربس گفت فهرست امسال یک تفاوت با سالهای گذشته دارد. برای اولین بار در این فهرست 10 نفره هر 10 نفر درآمدی بیش از 100 میلیون دلار داشتند و مجموع درآمد آنها به 1.83 میلیارد دلار رسیده که رکورد این فهرست سالانه را شکست. در 10 ورزشکاری که به عنوان پردرآمدترین ورزشکاران دنیا اعلام شدند، 5 نفر فوتبالیست هستند. بر طبق روال همیشگی سالهای گذشته، 2 غول بزرگ دنیای فوتبال در بیش از 1 دهه گذشته همچنان در بالای فهرست هستند: کریستیانو رونالدو و لیونل مسی. رونالدو امسال در صدر فهرست قرار گرفته و عنوان پردرآمدترین ورزشکار دنیا را به خود اختصاص داده. لیونل مسی در رتبه سوم قرار گرفت. فوتبالیست بعدی کیلیان امباپه در رتبه ششم است. نیمار در رتبه هفتم و کریم بنزما در رتبه هشتم دیگر فوتبالیست‌های حاضر در این فهرست 10 نفره هستند. 1. کریستیانو رونالدو فوتبالیست 260 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 200 میلیون دلار. درآمد جانبی 60 میلیون دلار. 2. جان رام گلف باز 218 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 198 میلیون دلار و درآمد جانبی 20 میلیون دلار. 3. لیونل مسی فوتبالیست 135 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 65 میلیون دلار و درآمد جانبی 70 میلیون دلار. 4. لبرون جیمز بسکتبالیست 128 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 48 میلیون دلار و درآمد جانبی 80 میلیون دلار. 5. جیانی سانتتوکومپو بسکتبالیست 111 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 46 میلیون دلار. درآمد جانبی 65 میلیون دلار. 6. کیلیان امباپه فوتبالیست 110 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 90 میلیون دلار. درآمد جانبی 20 میلیون دلار. 7. نیمار فوتبالیست 108 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 80 میلیون دلار و درآمد جانبی 28 میلیون دلار. 8. کریم بنزما فوتبالیست 106 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 100 میلیون دلار، درآمد جانبی 6 میلیون دلار. 9. استفن کری بسکتبالیست 102 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 52 میلیون دلار، درآمد جانبی 50 میلیون دلار. 10. لامار جکسون فوتبال آمریکایی 100 میلیون دلار. درآمد مستقیم ورزشی 98 میلیون دلار، درآمد جانبی 2 میلیون دلار. ببر برزیلی به دشمن بارسا پیشنهاد شده بود. قبل از بارسا ویتور روکه که قرار بود به اسپانیول برود، آن هم با رقمی کمتر، ولی بارسلونا ورود کرد و همه چیز عوض شد. طبق ادعای اسپورت، روکه قبل از بارسا به اسپانیول باشگاه همسایه و دشمن بارسا پیشنهاد شده بود. طبق این گزارش ویتور روکه میتوانست زودتر به بارسلونا برسد، اما در تیم دیگر شهر اسپانیول قصد داشت این برزیلی را با 10 میلیون یورو به خدمت بگیرد، رقمی بسیار کمتر از مبلغی که بلوگرانا در نهایت پرداخت کرد. روکه قبل از بارسا به اسپانیول پیشنهاد شده بود، ولی با ورود بارسا معادله تغییر کرد و حالا شاید آرزو می‌کند هرگز این کار را نمی‌کرد. پیراهن‌های جدید دورتموند با فناوری جالب. پیراهن اول بازیکنان دورتموند برای فصل 2024-25 رونمایی شد. جزئیات اضافی کوچکی در پیراهن خانگی جدید دیده می شود که پشت گردن آن شعار بورسیا یونایتد دیده می شود. پیراهن جدید دروازه‌بان سبز رنگ است و کمپانی پوما این پیراهن را با فناوری بهره‌گیری از ضایعات پلی‌استر تولید کرده. در واقع با فناوری جدید پوما آنها نیاز به پارچه جدید ندارند و می توانند با پیراهن‌های قدیمی یا حتی ضایعات پلی‌استر یک پیراهن جدید تولید کنند. دورتموند درباره این نوآوری نوشت: قدیمی به جدید تبدیل می شود. دوباره و دوباره. دورتموند تایید کرده که از این فناوری جدید برای تمامی کیت‌های 2024-25 این باشگاه استفاده خواهد شد. قاب ماندگار. ادای احترام لیورپول به کلوب. یورگن کلوب یک شنبه برای آخرین بار روی نیمکت لیورپول خواهد نشست و به همین مناسبت باشگاه برای قدردانی از او ابتکار جالبی به خرج داد. باشگاه لیورپول برای ادای احترام به کلوب، کارکنان باشگاه را همراه با جام‌های کسب شده با مربی آلمانی روی سکوهای آنفیلد جمع کرد. در ویدیوی منتشر شده توسط باشگاه مشاهده می‌شود که کلوب دوان دوان وارد ورزشگاه شده. در میان تشویق‌ها از روی سکوها بالا می‌رود، سپس کنار جام‌ها قرار می‌گیرد و پایان.
یک خواب ماندگار از یورگن کلوپ که توانست تاریخ را در لیورپول از نو بنویسد. الهلال عربستان به دنبال ستاره بارسلوناست. رسانه مطرح قطری اعلام کرده که الهلال در تلاش برای جذب رافینیاست. به گزارش شبکه تلویزیونی قطر، الهلال عربستان در تابستان پیش رو رافینیا ستاره برزیلی تیم فوتبال بارسلونا را زیر نظر دارد. این بازیکن برزیلی در بازار نقل و انتقالات تابستانی آینده هدف باشگاه الهلال است، در حالی که بارسلونا این معامله را 100 میلیون یورو تخمین می‌زند. تبرئه بزرگ بارسا، پولشویی انجام نشده. دادگاه پرونده نگری را اعلام کرده هیچ مدرکی دال بر پولشویی پیدا نکرده و این بخش از پرونده را مختومه اعلام کرده است. پایان رویای ستاره رئال، سومین جراحی زانو. رلوو مدعی است داوید آلابا دیروز تحت عمل جراحی قرار گرفته و زانوی چپ او جراحی شده. به این ترتیب رویای آلابا برای حضور در فینال چمپیونز لیگ که بین رئال و دورتموند برگزار می شود محقق نخواهد شد. این رسانه می گوید آلابا زودتر از ماه سپتامبر به میادین بر نخواهد گشت. داوید آلابا مدت هاست که به دلیل مصدومیت برای رئال بازی نمی کند. او اولین بار به دلیل پارگی رباط صلیبی حاشیه نشین شد و در اواسط دسامبر مشکل مینیسکم پیدا کرد. او حالا از ناحیه مفصل زانوی پای چپ جراحی شده. رلوو در گزارش خود فاش کرد که آلابا چهارشنبه به شهر اینسبروک سفر کرده و بار دیگر در کلینیک تخصصی این شهر جراحی شده. او 5 ماه پیش در همین کلینیک ربات صلیبی‌اش را جراحی کرده بود. خب بریم سراغ بازی‌های امروز و این هم نتایج بازی‌های دیروز. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.